توی مسجد هم دیگه همه مردمای مسجد به خط رفته بودن. ابراهیمی دیگه نبود. تشکیلاتی که جلوی در کار روابط عمومی رو انجام میداد جمع شده بود. آقای مصباح و بقیه رو نمیدیدیم. شیخ شریف هم بیشتر توی خطوط درگیری بود و مصممتر از گذشته کار میکرد. بچه ها میگفتن پسر شیخ مجروح شده و توی بیمارستان بستریه. با این حال شیخ نتونسته بود به دیدنش بره. من که همیشه شیخ شریف رو خوش رو پر از آرامش دیده بودم، حالا میدیدم کمی عصبی و ناراحته. علی‌رغم سعیش برای حفظ آرامش و عادی جلوه دادن اوضاع، کم طاقت شده بود. اثر و بعدش معلوم بود توی خطوط حسابی درگیر میشن. لباسا و ردای تمیز و مرتبش کثیف شده بود، اما مش خاکی بود. چند باری هم اونو با لباس نظامی دیدم. انگار دیگه برای همه محرز شده بود که قضیه جنگ جدیه و رژیم بعث عراق با این همه نیرو و تجهیزاتی که به میدون آورده فقط قصد گرفتن خرمشهر رو تو سر نداره. وضعیت مسجد جامع هم حساس‌تر شده بود. بیشتر نظامی ها به اونجا رفت و آمد می‌کردن. یه عده‌ای از مردم که با این شرایط هنوز از شهر دل نکنده بودن به مسجد پناهنده شده بودن. اینا کسایی بودن که حتی به زور اسلحه نیروهای خودی و آتش مرگبار بسیا هم حاضر به ترک شهر نشده بودن. اما تو حیدری و عباسیه دیگه کسی باقی نمونده بود. شنیدم گلوله توپ به اونجا هم اصابت کرده. کار پخت و پز هم تعطیل شده بود. خانمایی که آشپزی میکردن رفته بودن. هرچند اگرم میموندن مواد غذایی هم برای آشپزی نداشتن. همه چیز ته کشیده بود. باز با همون نون و هندونه یا نهایتاً کنسروی که نیروها به خودشون می آوردن سر می کردیم. گاهی فقط نون خوش داشتیم که اونو توی آب می زدیم و می خوردیم. بالاخره غسال های جنت آباد هم رفتن. مریم خانم رو داماد تکاورش برد و فقط از اون جمع زینب خانم باقی موند. جنت آباد هم از عملیات سنگین عراقی ها در امان نمانده بود. توپ به قسمت های قبرهای قدیمی خورده، شکل خیلی از قبرها رو به هم ریخته بود. سنگ قبرها ترکش خورده و ترک برداشته بودن. همش میترسیدم قبر بابا علی هم همینطوری بشن. حتی از دورم شده نگاهی بهشون میکردم. چهره مزار بابا علی کم کم داشت تغییر میکرد. دیگه خاک مزارشون اون تازگی رو نداشت. اوایل که آب میپاشیدم بوی خاصی از اون بلند میشد، ولی حالا دیگه اینطوری نبود. رنگ خاک که اوایل به قرمزی میزد خوش شده و رو به سفیدی میرفت. حجم خاک روی قبر هم کمی خوابیده بود. هر بار که سر مزارشون میرفتم خاکهایی رو که باد پخش کرده بود از دوروبر قبرشون جمع میکردم و دوروبرش رو صاف میکردم. به جایی که لباسهای علی را دفن کرده بودم هم نگاه میکردم. میترسیدم حیوانی آن را از دل خاک بیرون بکشه. خیلی دلم میخواست لباسها را بیرون بیارم و اونها را ببینم، ولی فرصت نداشتم. و هر بار با توجیه آرام شدن اوضاع و رفتن عراقی ها از این کار منصرف میشدم. هرچند به خوبی میدانستم وخامت اوضاع روز به روز بدتر میشود، حلقه محاصره عراقی ها که نعل اسبی وارد شهر شده بودند تنگتر شده بود. یقین داشتیم که توپخانه هاشان را هم به شهر نزدیکتر کردند. حجم آتشی که ریخته میشد شدیدتر از روزهای اول بود. آنها پیشروی میکردند و جلو میآمدند. نیروهای تحلیل رفته ما مقاومت میکردند و یکی یکی به شهادت میرسیدند. از بیرون مهمات نمی رسید و آنچه داشتیم هم رو به اتمام بود. اسلحه هایی که دست بچه های مدافع بود غالبا کارایشان را از دست داده بودن. جاده خرمشهر و اهواز به طور کلی بسته شده بود. حجم آتش روی جاده به قدر شدید بود که کسی جرأت نمی کرد در آن قدم بگذارد. می گفتن عراقی ها آنقدر به جاده تسلط دارند که کوچکترین جنبنده ای را می زنند.
از مناطق بالاتر هم خبر می رسید عراقی ها از سمت پادگان حمید به طرف اهواز در حرکت هستند و خطر تصرف اهواز هم کمتر از خرمشهر نیست. به دهلاوی و سوسنگرد هم وارد شدند. با این شرایط امیدی به کمک بچه های سپاه اهواز یا دیگر شهرهای خوزستان نبود. نیروهای پراکنده و غیر منسجمی که خبر درگیری ها و شرایط اضطراری خرمشهر را شنیده بودند به شکل داوطلبانه آمده بودند. آقای صادق فلاح‌پور و دوستانش از این جمله بودند. آنها به خواهش احمد شوش از رودسر برای کمک آمده بودند. بندگان خدا طاقت گرمای جنوب را نداشتند. من در مسیرهایی که رفت آمد می کردم مدافعین بومی یا غیر بومی را می دیدم که از شدت خستگی نوعی راه رفتن ندارند و سلانه سلانه خودشان را می کشانند. حتی اسلحه های روی دوششان را نمی توانستند نگه دارند. اسلحه توی دستشان بود و قنداقش روی زمین کشیده می شد. معلوم بود چند روز است پلک روی هم نگذاشتند که حتی نمی توانند چشمهایشان را باز نگه دارند. گاهی بعضی از آنها دو سه روز در خطوط درگیری می‌مانند و کسی نمی‌توانست به آنها نزدیک شود و چیزی به آنها برساند. خودشان هم نمی‌توانستند به عقب بیایند. عراقی‌ها پخش شده توی هر کوچه و پس کوچه احتمال رویارویی و درگیری وجود داشت. یک لحظه غفلت باعث می‌شد نیروهای ما قتل عام شوند. روی همین حساب بعد از دو سه روز بیاب و غذا ماندن عقب که می رسیدند از شدت گرسنگی و خستگی ضعف می کردند و از حال می رفتند. بیمارستان که می رفتیم کسانی را می دیدیم که فقط به خاطر ضعف جسمانی بستری هستند. این مسائل کم و بیش در روحیه مدافعین اثر گذاشته بود. اوایل همه امیدوار بودند جنگ چند روز تمام شود، ولی حال صحبت از تجهیزات و نیروی زیاد عراق بود. بعضی ها عقیده داشتند دیگر هیچ امیدی نیست. خیلی ها هم با اینکه همه چیز شهادت میداد ما داریم شهر را از دست میدهیم، با غیرت و همیتی که داشتند میگفتند ما مگر مرده باشیم شهر دست صدامی ها بیفتد. توکل ما به خداست. من هم مثل اینها حتی نمیتوانستم تصورش را در ذهنم بگنجانم که شهر سقوط کند. همه اش با خود کلنجار میرفتم و از خود میپرسیدم یعنی بچه ها چقدر میتوانند دوام بیاورند؟ مهمات چقدر مانده؟ ما چقدر مدافع داریم؟ توان اینها چه اندازه است؟ پنی میشود به نیروهای نظامی شهرهای دیگر امیدوار بود؟ به خاطر همین چندین بار از اردشیها و سپاهیها سوال کردم الان توی خطوط درگیری عراقیها چقدر نیرو دارند؟ تقریبا جواب همگی یکی بود. می گفتند 3 لشکر نیرو و 1 لشکر تانک وارد شده. باز سوال می کردم هر لشکر چقدر نیرو است؟ می گفتند بستگی به هر کشوری فرق می کند. از 8000 نفر تا 13000 نفر. لشکرهای عراق 10 یا 13000 نفر نیرو دارد. کشورهای دیگر هم کمکش کردند. پشتیبانی کشورهای عرب منطقه و آمریکا را می‌دانستیم، ولی نه میزان این کمک‌ها را می‌دانستیم و نه خبر داشتیم پای خیلی از کشورهای دیگر وسط این معرکه است. این در حالی بود که ما در کل 3 تانک داشتیم. این را از سربازها شنیده بودم. بارها به سربازان پادگان دژ می‌گفتیم چرا جلوی تانک‌های عراقی را نمی‌گیرید؟ جواب می‌دادند با چی؟ ما فقط 3 تانک داریم. یکی از این تانک ها در گلولای پلیس راه مانده بود. این رو خودم دیدم. می گفتن زیر آتش است و شنی هایش در گل فرو رفته. نمی توانیم آن را بیرون بکشیم. یک تانک خراب هم که تا قبل از روز دهم کنار دیوار جنت آباد افتاده بود، بعدن شنیدیم آن را برای تعمیر به اهواز بردند. تنها تانک سالمی که داشتیم دائم این طرف و آن طرف می رفت. گاه پلیس راه، گاه فلکه راه آهن یا گمرک و غیره می رفت و می آمد و خطوط را پوشش می داد. این اواخر هم یک تانک غنیمت گرفته بودند. از نو بودن و سرعتی که داشت معلوم بود مال ما نیست. شکلش فرق داشت. رنگ بدنه فلزیش برخلاف چیفتنهای ما که به سبزی می زد خاکی رنگ بود.
این تانک خیلی توی شهر مانور میدادن. دیگر همه فهمیده بودن این را از عراقی ها غنیمت گرفتند. با به حرکت درآوردن تانک غنیمتی میخواستن به نیروهایی که در شهر هستن روحیه بدهند. ولی وقتی میدیدیم چطور بندر و گمرک ما در حال تاراج است، اصلا از گرفتن چنین غنیمتی خوشحال نبودن. توی گشت زدن‌های ما چند بار به محوطه بندر رفته بودیم. آنجا پر از اجناس و کالا بود. می گفتند مسئولین اولش قصد داشتن گمرک بندر را تخلیه کنند. ولی چون آن نقطه از اولین جاهایی بود که زیر آتش جدی توپخانه عراق قرار داشت نتوانستند. دوباره شنیدیم می‌خواهند حداقل قطعات هواپیمایی را که خریداری شده خارج کنند که آن هم عملی نشد. یک روز چند مورد سوختگی به مطب آوردند و گفتند توی بندر آتش سوزی شده. آقای نجار سوختگی های مصدومین را با گاز وازلین بست و با هم با دو سه تا از بچه ها که ماشین گرفته بودند به دنبال مجروح به طرف بندر رفتیم و از در سنتا وارد بندر شدیم. محوطه بندر خیلی بزرگ بود. سر و تهش معلوم نبود کجاست. آدم بین آن همه وسایل و کالا گم می شد. آدم های زیادی را در آن اطراف ندیدیم. محوطه‌ای که روغن‌های خام کارخانه‌های روغن نباتی در آن انبار شده بود، آتش گرفته بود. روغن‌ها در حال سوختن بودند و دود بد و سنگین ایجاد می‌کردند. چون این آتش با آب خاموش نمی‌شد، کارکنان بندر در حال پاشیدن خاک به روی آن بودند. فقط یک نفر را که دست و پایش سوخته بود و خوشبختانه سوختگیش عمیق نبود پیدا کردیم. او با همان وضعیت در حال انجام کار بود و هرچه اصرار میکردیم بیا برویم باید پانسمان بشوی زیر بار نرفت و گفت کار دارم، خودم بعدم میایم. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها پنجره دار.